اینجا آزمایشگاه بیمارستان شهدای تجریش هستش، یکی از بیمارستانی معتبر که داره بخش تشخیص مولکولی پی سی آر هستش و اینجا در اسفند ماه با یه زحمت فوق‌العاده شبانه روزی و چند برابر پرسنل عزیز اینجا و همکاران محترم من و مسئولین محترم آزمایشگاه راه اندازی شده به صورت یه هفته کاملا پشت سر هم و شبانه روزی و الان اینجا در خدمتتون هستیم تا پروسه نمونه برداری کووید 19 یا همون کرونا رو اینجا برات به نمایش بذاریم براتون و بریم از صفر تا صدش رو به قول معروف براتون توضیح. خب نمونه گیری به اون صورت هستش که یه عدد سواب رو ما در انتهای پشت زبان کوچک بیمار ببینید به این صورت وارد میکنیم، کامل اون منطقه رو به صورت خراش دادن، به صورت کشیدن این سواب نمونه برداری میکنیم. این سواب داخل محلول VTM که محلول مخصوص انتقال ویروس هستش که باعث میشه خود ویروس دیگه آسیبی نبینه، اون ماده ژنتیکیش که ما میخوایم روش کار کنیم داخل این محیط قرار میگیره. بعد از این مرحله نمونه وارد یه یخچالی میشه که بین 2 تا 6 درجه هستش. این نمونه در اون محیط میمونه تا وارد ران کاریمون بشه. خب اینجا اتاق پرپی‌سی‌آر هستش یا همون اتاق استخراجمون هستش. نمونه به این اتاق انتقال پیدا میکنه، طی یه پروسه چندین ساعته این نمونه نوکلئیک اسید اون ویروس یا ماده ژنتیکی این ویروس استخراج میشه اگه ویروسی داخل این نمونه باشه که گفتم یه پروسه چندین ساعته هستش با کیت های مختلف با دستگاه های مختلف و کاری که انجام میدیم تو این بخش توسط افراد حرفه‌ای این بخش. بعد این مرحله ماده ژنتیکی ویروس که استخراج میشه به یه اتاق بعدی به نام اتاق پست پی سی آر انتقال پیدا میکنه. داخل اتاق پست پی سی آر ما یه سری پروسه ها رو باز دوباره رون ماده ژنتیکی که استخراج کردیم از این ویروس انجام میدیم و در درون یه دستگاهی قرار میدیم این نمونه رو به اسم دستگاه ریل تایم پی سی آر و از طریق اون ما میتونیم شناسایی کنیم که آیا اون نمونه‌ای که از این طرف انتقال دادیم رفته این پروسه روش انجام شده، آیا این ماده ژنتیکی که استخراج کردیم ماده ژنتیکی ویروس کووید 19 هستش یا خیر. ما یه دستگاه اتوماتیک استخراج داریم، توسط این دستگاه نمونه رو بهش میدیم، همه کار رو صرف تا صد خود دستگاه برای ما انجام میده. یعنی فقط ما نمونه رو داخل دستگاه قرار میدیم، خودش بعد یه مدتی بعد یه پروسه 60-70 دقیقه‌ای به ما اون نوکلئیک اسید استخراج شده این ویروس رو بهمون تحویل میده. این نوع استخراج اتوماتیک است. استخراج دستی به این صورتش هستش که ما زیر هود روی میز یا هر طرفی که ما فقط بتونیم اون آلودگی رو کنترلش کنیم که کل این اتاق ما استریل میکنیم و اینکه آلودگی رو بتونیم کنترل کنیم و نور یووی داره این اتاق که بعد کار بتونیم آلودگی زدایی کنیم با وایتکس 20% الکل 70% کل این اتاق ضد عفونی میشه، تمام تجهیزاتش، تمام میزا، سطوح، کف، همه چی به این صورت ضد عفونی میشه. دا زیر هود بچه ها نمونه ها رو میانن، نمونه ها ترتیب گذاری میشه، شماره گذاری میشه، شروع میشه به پروسه دستی، استخراج انجام میشه. بعد این مرحله دیگه کاملا تموم میشه. بعدش نمونه‌ای که استخراج شده یا باید داخل دمای منفی 20 درجه قرار بگیره یا مستقیما بره برای پروسه ریل تایم پی سی آر که میشه پروسه تشخیص یا همون دیتکشن این ویروس. اینجا اتاق پست پی سی آر هستش. در اتاق پست پی سی آر همکارم نمونه هایی که استخراج کردیم، یعنی مرحله اول همین پروسه پی سی آر روشون انجام شده اینجا قرار میگیره. موادی که میخوایم به این نمونه اضافه بشه اینجا آماده میشه، نمونه ها داخل این مواد قرار میگیرن. بعد این پروسه این نمونه ها در داخل دستگاه ریل تایم پی سی آر که این دستگاه هستش قرار میگیره برای شناسایی همون اسید نوکلئیک ویروس. دستگاه تشخیص یا همون دستگاه ریل تایم پی سی آر هستش. بعد اینکه نمونه کارش انجام شد تو اون پروسه که مواد لازم بهش اضافه شد میاد در داخل این دستگاه قرار میگیره، به این صورت قرار میگیره، به صورت یه چیدمان 48 یا 96 تایی به این صورت قرار میگیره، در دستگاه بسته میشه و برنامه دستگاه داخل این لپتاپی که وصل هستش به این دستگاه، برنامه دستگاه رو میدیم بهش، برنامه‌ای که باهاش این کیتو ستاپش کردیم، این تستو ستاپش کردیم و اون موقع استارتش میکنیم. بعد یه پروسه حدود فکر میکنم 80-90 دقیقه‌ای دستگاه به صورت نمودار یه سری جواب بهمون میده. بعد این نمودارها تفسیر میشن، جواب مثبت و منفی از داخل اینا استخراج میشه، داخل ورک لیست کاریمون نوشته میشه
و برای به مرحله جوابزنی و جوابدهی میرسیم شما. این کیتایی که الان شما داریم مصرف میکنید کجا؟ کیتایی که مصرف میکنیم ایرانی هستن، کیتای پیشتاز. بعد اگه جواب PCR فردی مثبت بشه شما هم به وزارت بهداشت اعلام میکنی یا نه؟ آمارش از طریق بیمارستان بله به وزارت بهداشت اعلام میشه، وزارت بهداشت آمارش رو دیگه خودشون به سامانه کشوری ارسال. فقط این که افرادی که مشکوک هستن خودشون، یعنی در محیطی قرار گرفتن که فکر میکنن آلوده شدن به ویروس، معمولا بعد از 4-5 روز مراجعه کنن به آزمایشگاه که اگر خدایی نکرده آلوده به ویروس شدن ما بتونیم قابل شناسایی باشه، برای ما بتونیم شناساییش کنیم، چون قبل از اون واقعا قابل شناسایی نیستش ویروس. و افرادی که جواب مثبت میگیرن از آزمایشگاه معمولا حدود بین 10 تا 18 روز که معمولا ما میگیم 14 روز، 14 روز بعد مراجعه کنن برای تست دوباره که ایشالله منفی باشن، و اگر مثبت بودن بازم باید قرنطینه رو رعایت کنن که بعد 14 روز دیگه دوباره این تست رو انجام بدن که ایشالله منفی بشن. اینجا میخواستم فقط یه توضیح کوچیکی بدم که تمام این قسمت تشخیص و زحمت این تشخیص این ویروس بر عهده آزمایشگاه هستش، پرسنل آزمایشگاه، پرسنل محترم آزمایشگاه که بعضی موقعا راجبشون کم لطفی میشه، کمتر صحبت میشه، ولی ما میخوایم بیشتر راجبشون توضیح بدیم که چه زحمتی میکشن، چون تشخیص 100% این ویروس واقعا با آزمایشگاه هستش، بر دوش همکاران عزیز خودم هستش که این یک مجموعه کاملی هست، چه از نمونه گیری به رسیدن به مرحله پذیرشش و اومدن به این بخش که ما یه بخش کوچیکی هستیم در این آزمایشگاه بزرگ که میتونیم این کار تشخیص رو انجام بدیم و به پرسه جوابدهی برسیم.